حملات اسرائیل بر لبنان پس از کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در اخیر هفته توسط اسرائیل همچنان ادامه دارد اقدامی که تهدید می کند که جنگ گسترده تری را در منطقه در پی خواهد داشت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا روز گذشته در مورد آنچه که باید در آینده اتفاق بیفتد واضحا صحبت کرد من در این مورد بیشتر از شما مطلع هستم ما باید اکنون آتش بس داشته باشیم اما سوال این است که چگونه چگونه واشنگتن که تامین کننده اصلی سلاح به اسرائیل است می تواند به دامنه این خشونت ها پایان دهد در پاسخ به صدای آمریکا سخنگوی قصر سفید گفت سیاست ما تغییر نکرده است هیچ تغییر نکرده است از هم رهبران لبنان میگویند که به مقاصد اسرائیل باور ندارند حکومت هر آنچه در توان دارد برای مقابله با این جنگ مخرب و نفرت انگیزی که اسرائیل علیه ما برا انداخته انجام می دهد. ما جهت رای حل به سازمان ملل رفتیم و با رهبران جهان ملاقات کردیم اما دشمن به دنبال فریب و برنامه ریزی قتل عام بیشتری بود و اما رهبر اسرائیل روز گذشته نشان داد که او این جنگ را ادامه می دهد. ما به خاطر بقای خود در جنگ هستیم ما با قوای بیشتر به دنبال دشمن خواهیم رفت و دشمنان خود را شکست می دهیم. در همین حال قدرت های دیگر جهان به درخواست واشنگتن پیوسته و خواهان توقف این درگیری ها شدند <applause> هنوز امید باقی است اما وقت بسیار کم است بنابراین از اسرائیل می خواهم که از هر گونه حمله زمینی خودداری و آتش بس کند من از حزب الله می خواهم که همین کار را انجام دهد و از هر اقدامی که احتمالا منجر به بی‌ثباتی منطقه شود خودداری کند تحلیلگران استدلال می کنند که بایدن و متحدانش برای ختم درگیریها ها با نتانیاهو گزینه آتش 21 روزه را در لبنان و معامله ای که منجر به توقف جنگ و توافق بر رهایی گروگان ها از نزد حماس در غزه شوند پیشنهاد کردند. متاسفانه باید بگویم که تجربه گفتگوهای آنان در یک سال گذشته این بوده است که صرف نظر از اینکه استدلال های بایدن رئیس جمهور چی بوده صرف نظر از آنچه او پیشنهاد کرده بود بنیامین نتانیاهو مسیر خودش را دنبال می کند و به نگرانی ها و توصیه های ایالات متحده پاسخ هم نمی دهد. اما برای مردم جنوب لبنان و برای منطقه این گفتگوها غیر قابل بحث نیست این موضوع مرگ یا زندگی است روی زمانی تلویزیون آشنای صدای آمریکا واشنگتن